باتون همکاری نکنم؟ به خاطر دخترتونم که شده، شما باید به ما کمک کنید. البته ما هم به شما کمک میکنیم که حمید نتونه دخترتون از شما جدا کنه. به علاوه با اون 10% آینده جگرگوشه شما تأمین میشه و از همه اینا مهمتر، ما با همکاری هم میتونیم همه اون بلاهایی رو که حمید سرمون در آورده تلافی کنیم. ببینم، مگر همین خواست قلبی شما نیست خانم؟ با توجه به این اوضاع چی کار باید کرد؟ خب باید خونش پیدا کرد. یعنی صبر کنیم تا حمید به هوش بیاد، نه؟ چاره دیگه ای هم داریم؟ پس این چی میشه؟ خونه پدریش گفتش که اونجا یه دونه دیسک. شما داری منو هیپنوتیزم میکنی، نه؟ بله، یعنی نه ابدا، چیز از خستگیه، هم روحی هم جسمی. قبل از اینکه بیهوش بشه سراغ زن و دخترشو میگرفت. باید هر جوری پیداشون کنیم. برادر زنش مکانیکی داره، من جاشو بلد. دیگه کجا رو بلدی؟ خونه پدرش. شما خوشتون میاد ایجاد هیجان کنید؟ دقیقا، آخه اگه اولش میگفتم دیگه هیچ لطفی نداشت. خیلی خوب، شما برین دنبالش دوربین و ضبط هم فراموش نکنید، منم در جریان بذارم. بری به چشم، پیش به سوی مکانیکی آقا جعفر. خیلی داره سر از کارم در میاره. بازم از اون کارهای بچه گونه آقای زمانی. مگه بخیهاشو نکشیده بودین؟ خب دیگه این چسبه چه سیغه بود؟ چیه؟ میترسی نشونتون کنم؟ نه، میترسم تابلو بشم و نشونم کنن و بوم بفرستنم رو هوا. البته بعدم نیست، برای اینکه یه بار دیگه تو بخش شما بستری میشه. نه دلتونو خوش نکنید، فعلا بخشمون پره، برای شما جا نداریم. بعدم این که هر چه زودتر به قول خودتون پیش به سوی مکانیکی جعفر آقا. دارین دکم میکنی؟ یه جورایی. پیش به سوی مکانیکی جعفر آقا.